پانزدهمین و آخرین جلسه از سلسله دروس فلسفه اخلاق، دوازدهم تیر ماه 1395. به نام خداوند. سلام عرض بکنم خدمت دوستان. جلسه پانزدهم و آخر از سلسله جلسات فلسفه اخلاق رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین پس از اتمام بحث در باب رابطه میان دین و اخلاق و اصناف چهارگانه این روابط و همچنین تفکیک میان دو ورژن از دیوان کمن تئوری یا نظریه فرمان الهی که روایت ضعیف و روایت قوی آن بود و توضیحاتی که دادم مبتنی بر آراء رابرت آدامز و پاره‌ای از مقالاتی که در لیترچر آمده که بخشی از اونها رو من در مقاله حجاب در ترازوی اخلاق خودم 3 سال پیش آورده بودم، پرونده اون بحث رو بستیم و رفتیم به سر وقت حوزه اخلاق کاربردی یا اپلاید اتیکس و اشاره کردم به این که در حوزه اخلاق پزشکی در انتهای این دوره 15 جلسه‌ای بنا دارم هم به مقوله اوتانازی یا کشتن مشفقانه بپردازم به مثابه یک بحث از مباحث اخلاق پزشکی و بعد هم به رابطه میان اخلاق و سیاست به ایجاز و اختصار به مثابه موضوع دیگری در ذیل مباحث اخلاق کاربردی. اخلاق کاربردی مشتمل بر شاخه‌ها و شقوق متعددی است: medical ethics, environmental ethics, business ethics یا اخلاق پزشکی، اخلاق محیط زیست، اخلاق کسب و کار، رابطه میان اخلاق سیاست که حالا ای حالاً همه این شاخه ها مباحث مستوفایی دارن و توضیح دادم که ایامی که ایران بودم و مشغول تدریس و تحقیق قبل از ترک ایران در اواخر سال 89 شمسی، من علاوه بر تدریس و عرض می شود نگارش در حوزه فلسفه اخلاق یعنی اخلاق هنجاری و فرا اخلاق به حوزه اخلاق پزشکی هم مشتغل بودم، هم مقالات متعددی در این باب نوشتم و هم در کنفرانس ها و سمینار های متعددی شرکت کردم که شرحش رو نوبت پیشین به اختصار ذکر کردم و بنای تذکار اون رو ندارم. باری در باب اوتانازی به 6 شق از اوتانازی اشاره کردم و اونها رو از یکدیگر تفکیک کردم، به ایجاز دوباره اونها رو امروز توضیح میدهم و بعد چنان که وعده کردم به داوری اخلاقی درباره آنها از منظر خودم و با استشهاد و استناد به اخلاق راس که در جلسات پیشین به تفصیل به بحث گذاشته شده میکوشم داوری خود رو به اختصار عرضه کنم. البته مقاله‌ای هم در این باب چند سال پیش نوشتم که در کتاب امر اخلاقی و امر متعالی من، امر اخلاقی امر متعالی من منتشر شده است. پس از اتمام این ارزیابی هم چند دقیقه راجع به رابطه اخلاق سیاست سخن خواهیم گفت و پرونده این دوره دراز آهنگ رو خواهیم بست. خب بریم به سر وقت توضیح موجز و فشرده مجدد شقوق 6 گانه اوتانازی و بعد داوری اخلاقی خود در این باب رو عرض می کنم. نوبت پیشین گفتم که اوتانازی رو یا یوتنیجیا رو میشه به 6 شق تفکیک کرد. به تفصیل توضیح دادم نوبت پیشین، روز به ایجاز عرض می کنم. یکی والنتریه یا اوتانازی داوطلبانه، یکی نان والنتری یا اوتانازی غیر داوطلبانه و سومی این والنتری یا بگید اوتانازی اضطراری. توضیح هم دادم به تفصیل که اوتانازی رو به نظر من بهتره در فارسی کشتن مشفقانه بگذاریم و تعبیر مرگ که پاره از همکاران و مترجمان برای اوتانازی گذاشتن به نظر من معادل قهرکشایی نیست، چرا که اوتانازی در زبان انگلیسی معادل مرسی کیلینگ و تعبیر کیلینگ در معادل انگلیسی آن به کار رفته
و مرگ که معادل دفه به نظر معادل عرض می شود رسایی در زبان فارسی نیست. فرقش هم با کلینگ متعارف این است که چنان که نوبت پیشین گفتم در کشتن مشتقانه شخص الف شخص ب رو می کشد به خاطر شخص ب، الف ب رو می کشد به خاطر شخص، اما در کشتن‌های متعارف الف ب رو می کشه به رغم میل ب و با قصد و نیت قبلی. به همین خاطر این رو میشه از کشتن‌های متعارف جدا کرد و به همین خاطر هم مرسی کلینگ معادلی است که در زبان انگلیسی برای آن به کار رفته و آسان مرگی معادل خوبی نیست در زبان فارسی که بسیار هم دیدم به کار. من از تعبیر کشتن مشکفانه یا کشتن از روی ترحم اینا همه معادل‌های درست نیست. من به لحاظ زبانی و ذوقی من تعبیر مشکفانه رو اختیار کردم. کسی میتونه بگه کشتن از روی ترحم یا کشتن از سر دلسوزی، همه اینها درسته. اما تعبیر کشتن فکر میکنم در این معادل الان یه حاله باید بکار بگیم. خب این شبوب هم چنان که توضیح دادم داوطلبانه معادل والنتریه، یعنی وقتی که خود فرد یعنی بیمار اندستیجی میخواهد که به زندگی او خاتمه بخشیده بشه. این نوع والنتریشه. نان والنتری شخص هوشیار نیست، کانشس نیست، یک دفعه دوچار یه سانحه تصادفی شده و به حالت کما رفته، دیگران باید برای او تصمیم بگیرن، دیگران در وهله نخست خانواده درجه اوله و البته پزشک معالجی او هم در اینجا نقش داره، اما در وهله نخست اطرافیان دوستان نزدیک و خصوصا خانواده. ممکن هم هست شخصی فرض کنید وقتی که سلامت بوده این وصیت رو کرده یا گفته به اطرافیانش که اگر من دچار سانحه‌ای شدم منو از بین ببرید، به زندگی من خاتمه ببخشید. اینم میتونه یک نوع از نان والنتری یوتنیزیا باشه، چون به هر حال الان که داریم این کار رو انجام میدیم فرد هوشیار و کانشس نیست به اصطلاح. و بعد هم این والنتری یوتنیزیا که معادل اضطراری رو گفتم میشه برای این در نظر گرفت، در این والنتری یوتنیزیا که برخی از شارحان و کسانی که در حوزه شارحان از میشود آرای بایودیسیستا و کسانی که در حوزه اخلاق پزشکی کار میکنند گفتن که این والنتری یوتنیزیا با کشتن متعارف نزدیکه و مصادیقش رو هم نوبتی پیشین ذکر کردم. مثلا در جنگ اتفاق میفته که شخصی از پای در میاد به خاطر حفظ منفعت مهمتر، یک عملیاتی داره صورت میگیره، بعد یک کسی توی عملیات زخمی شده و چاره نداریم، اگر بخوایم اون رو تمام مدت حمل بکنن سربازان از کارشون باز میمونن، عملیات لو میره یا موفق نمیشن، در این حال اگر اون رو بگذارن و برمن از بین میره، فرمانده دستور میده که برغم میلش اون رو رها بکنن و برمن. این نوعی involuntary euthanasia است. اما مانند دو شق دیگه involuntary euthanasia اکتیو داره و پسیو داره، یعنی هم فعالانه میشه این کار کرد هم منفعلانه، کما این که در non-voluntary هم همینطور، در voluntary هم همینطور، ما فعالانه میتونیم این کار انجام بدیم و غیر فعالانه. توضیح هم دادم تفاوت فعالانه و غیر فعالانه چیه. در فعالانه در واقع با اینترونشن و دخالت در سیکل حیات کسی به زندگی او خاتمه بخشیده میشه، مثلا با تزریق داروی با کاری زندگی او خاتمه بخشیده میشه، اینو میگن اکتیو، یعنی شما ترمینیت میکنید، پایان میبخشید به زندگی کسی با مداخله در سیکل حیات چرخه حیات. اما اگر به نحو پسیو این اتفاق بیفته، مثلا دوزی که قراره به بیمار تزریق بشه نوبت آتی تزریق نشه، یا دستگاهی که قراره روشن بشه دوباره روشن نشه، اینا میشه پسیو اینترونشن، نوعی مداخله غیر فعالانه است در چرخه حیات کسی. میخواد والنتری باشه، میخواد نان والنتری باشه و همچنین در این والنتری، در همه این شروق ششگانه شما به نحو پسیو و اکتیو میتوانید عمل. در این والنتری یوتنیزیا شکل پسیوش این میشه که شما
من مثالش برم نوبتی پیشین ذکر کردم که اتفاقا یه فیلمی هم در داخل کشور از روی این ساخته شده بود که یه گروهی در جریان جنگ ایران و عراق، فیلم سینمایی منظورم اینه نه مستند، یه عملیات دریایی میخواستن بکنن از طریق رود کارون و عملیاتی میخواستن برن اون طرف مرز و وقتی که داشتن میرفتن یکی از اونها تیر خورد و صدای او و آه و ناله‌ای که میکرد نه تنها مانع از این شده بود که کار پیش بره، بلکه داشت سبب شناسایی اونها میشد توسط دشمن. و اینجور که از فهوای فیلم برمی اومد، پرویز پرستویی که در فیلم بازی میکرد به دلالت فرمانده خود سر اون رو زیر آب کرده بود تا بتوانن کارشون رو انجام بدن و بعد عرض میشود که دچار عذاب وجدان شده بود. فیلم از اینجا آغاز میشد و فلشبک هایی که میزد به گذشته، اسمش رو خاطرم نیست، پاداش مجازات یه همچین اسم داشت. جالب بود، من ایامی که ایران بودم فیلم رو دیدم و دیدم به این قصه، حالا زیر این عناوین البته گنجانده نشده بود اما وقتی میدیدم کاملا میشد زیر این مالنس یوتنیجیا اون رو صورت بندی کرد و بهش پرداخت. خیلی خوب. و اما داوری اخلاقی در این باب، البته وقتی میگم داوری اخلاقی در این باب موضع خودم رو عرض میکنم و الا اینا معرکه آراه و میان بایوتیسیستا اختلاف رأی در این باب هست و در این حال میدانید ربط و نسبت اینها با قوانین کنونی کشور، ببخشید قوانین کنونی امریکای شمالی و اروپا در پاری از کشورها اتانازی، اونم یکی دو تا از شهودش موجهه، در پاری دیگر از کشورها نه. اونا بحثای لیگالشه، من الان نه بنای این رو دارم و نه صلاحیتش رو که از منظر حقوقی بهش بپردازم، اما از منظر اخلاقی پرداختن به آن در دستور کار امروز ما هست و بعد همین که روابط وسیعی که میان اخلاق و حقوق قرار داره و پاره از این مباحث اخلاقی کمک میکنه به حقوقدانان که در این باب توضیحاتی بدهند و دقایق و ذرایط مسئله رو ببینن. من تصورم اینه با عنایت به دستگاه اخلاقی راست که قبلا هم به تفصیل دربارش ما صحبت کردیم در جلسات هفتم هشتم اگر اشتباه نکنم وقتی بحث اخلاق هنجاری رو تحمیل کردیم، اگر بخوام مبتنی برام بحث رو صورت بندی بکنم، ابتداعا یه نکته رو ذکر بکنم. نکته ابتدایی این که در میان پرداختن اکتیو و پسیو به یوتنیجیا، من تصورم اینه که پسیو اخلاقی تره، یا اینجوری بگیم که کمتر غیر اخلاقیه. شما به نحو پسیو به زندگی کسی خاتمه ببخشید تا اینکه اکتیو به زندگی کسی خاتمه ببخشید. شودهای اخلاقی به نظرم بر این تاکید میکنه، یعنی اگر هم کسی کانشسه داوطلبانه میخواد که به زندگی شما خاتمه ببخشید، یه بیمار اندستیج، بیماری که مراحل آخره حیات خود رو سپری میکنه، اگر این کار پسیو صورت بگیره در قیاس با حالتی که اکتیو صورت بگیره، یا بگیم اخلاقی تره، یا به تعبیر دقیق تر اگر کسی مسئله داشته باشه با این کار بگیم کمتر غیر اخلاقی، چون شما مستقیما اینتروین نمی کنید، مداخله در چرخه حیات کسی نکردید، بلکه اون رو به هر حال سبب شده اید که دوباره و بیش از این ادامه نده. نوبت پیشین اشاره کردم ادامه که ایران با خیلی از دکترها هم در این باب گفتگو میکردم وقتی که اخلاق پزشکی درس میدادم در دانشگاه بهشتی در دانشگاه تهران، به من میگفتن نوع پسیو نان والنتری به رغم غیرقانونی بودنش کم اتفاق نمیفته در بیمارستان های تهران و بنا به خواست خانواده. حالا ممکنه هم مسائل هزینه‌ای اونها مهم باشه که در بیمارستان‌های خصوصی قطعاً همینطوره و بعد برای خود بیمار، یعنی رنج بسیاری که میکشه یا عرض می‌شود اگرم نان والنتری باشه به هر حال گیر و گرفتی که برای افراد پدید آورده و سودی وقتی نداره. پزشکان میگن 99% این دیگه بر نمیگرده و مخصوصاً وقتی هوشیارم نباشه. برخی از پزشکان برای من نقل می‌کردن که چند مورد بوده که خانواده‌ها گفتن که اگر شما بالای 95% می‌دونید این برنمی‌گرده که بوده، بعد یه جوانی ممکنه جاش بتونه در آی سی یو بخوابه با امکانات پزشکی محدودی که در
بیمارستان های ایران هست. اون یکی دو مورد بود اینجوری به ما گفتن. و بعدم توصیه به پسیو. برید دستاش رو مثلا با اینتیلاتور دوباره شما سویچ آن نکنید مثلا. فقط فرمودید. این همون پسیوش میشه. اکتیو اگه باشه خب ردیابیش هم به اصطلاح راحت تر. اگه فرض کنید که یه کلوب پتاسیمی به بیمار تزریق شده باشه. مثال میزنم. وقتی میخوان کالبد شکافی کنن یا هرچی. و مسئله رو راحت تر میشه ارزیابی کرد و ردیابی در این حال میگفتن این اتفاق میفته. من حالا الان در مقام داوری نیستم. میان پسیو و اکتیو تصور من اینه شروطهای اخلاقی ما میگه که به نحو پسیو این کارو بکنیم به توضیح که عرض کردم دست کمش اینه که کمتر غیر اخلاقی. این از این نکته. نکته بعدی میان این سه شقه، یعنی سه شقه کلان والنتری داوطلبانه، نان والنتری غیر داوطلبانه و این والنتری اضطراری. من فکر میکنم که در میان این سه بخوایم از انتها و به نحو حذفی پیش برویم، این والنتری احیانا گیر و گرفتش بیشتره و سخت‌تر بشه بر موجه بودن اون از منظر اخلاقی دفاع کرد و دلیل امامه کرد. نمیگم نمیشه، میگم سخت‌تره. در قیاس با والنتری و نان والنتری هم شاید توضیح این باشه، من دست کم داوری اینه، در والنتری چون خود فرد اختیار داره میکنه و ما به نحو کانسنسوال به اصطلاح یعنی مبتنی بر رضایت طرف مقابل این کارو انجام میدهیم، فکر میکنم موجه تر باشه در قیاس با نان والنتری، مخصوصا در نان والنتری که شخص هیچ گونه توصیه هم از قبل نکرده، که اینم کم اتفاق نمیفته. یه دفعه رفته تو کما بر اثر تصادف، هیچ هم از قبل به شما یا به خانوادهش نگفته که اگر من دوچار این سانحه شدم من رو از بین ببرید. درسته، مخصوصا در این موارد که ذیل کاتگوری نان والنتری یا غیر داوطلبانه کم اتفاق نمیفته و تو گویی که داریم به جای او تصمیم میگیریم، تو گویی که به جای او داریم تصمیم میگیریم. رفته توی کما، ممکنه دو ماه کما بمونه، ممکنه دو سال تو کما بمونه، ممکنه سه روز تو کما بمونه بره، ولی وقتی که قدری طولانی میشه مثلا یه هفته در کما مانده، ده روز مونده، پزشکا میگن ما نمیدونیم، این شاید دو ماه بمونه، شاید هم دو هفته بمونه، بعد تصمیم میگیریم. در واقع شما دارید به جای او، حالا اگر غالب این باشید که هنوز اوی هست، یعنی بالاخره او همچنان انسانه ولو که دیگه کانشس نیست، ولو اینکه دیگه رفته تو حالت کما، اما به نوعی شما به جای او دارید تصمیم میدید. در قیاس با حالتی که خود او میخواد به زندگی خود عالما آمدن پایان ببخش و خودش میخواد که این کار انجام بده. اشاره کردم نوبت پیشین به یه فیلم مستندی که در دانشگاه تورنتو که کامپرتیو مورال فلسفی درس میدادم به دانشجو، سه سال پیش، سه چهار سال پیش، این رو دانشجو آوردن در سمینارشون پخش کردن که یک خانم فرانسوی که یه توموری داشت، فیلم مستند بود و تکان دهنده که نیم ساعت آخر فیلم اون رو باز کانسنسوال و مبتنی بر رضایت اون فیلم گرفته بودن در یوتیوب فیلم، که یه داروی تلخی رو میخوره یا دارویی که قبلش میگه این شکلاتی به من بدی، شکلاتی که در همه عمرش دوست داشته، خوب از این شکلات میخوره، بعد اون عرض بشه که معجون رو سر میکشه و نوشته بود نشونم داد که نیم ساعت بعد دیگه رفت و کبان، گفت بعد از این دیگه از دنیا رفت و از بین رفت. خب باز در میان دو شق اکتیو و پسیو والنتری، شق پسیوش چنان که عرض کردم به نظر من کمتر غیر اخلاقیه یا اخلاقی تره، یه حالت سومی هم داره مخصوصا وقتی که والنتری یعنی بیمار کانشسه، اونم که شما مثل همین مورد که من گفتم اسیستد باشه، یعنی کمک بکنی که او به زندگی خودش پایان ببخشه. یعنی سر اینجا هم بحث شده، من در سمینارها دیدم به دقت راجع به این مقولات که این لیوان رو شما بدید دستش یا لیوان رو درست بکنید بذارید اونجا توی سر تخت و این خودش این لیوان رو برداره و بنوشه.
و اینکه شما اون لیوانی که درست کردید مثلا اونجا بذارید، اینا رو من دیدم خیلی راجع به جزئیاتش بحث می‌کنن. این مثلا اون طرف تو اتاق باشه، حتی این بره فرض کن راه بیفته بره از اونجا اینو برداره بیاره روی تخت دراز بکشه، این یعنی خودش شما اسیستد بوده. مواردی هست که این چنینه، ولی خب فقط این شکل نیست. چرا؟ چون ممکنه بیمار در این وضعیت نباشه، ممکنه پارالایز باشه. میدونید وقتی پارالایز باشه دیگه نمیتونه خودش لیوان رو برداره و سر بکشه. میبینید چه شقوقی داره مسئله. وقتی که دقیق میشید، من همین توضیحاتی که میدم و مثالهایی که میزنم، امیدوارم دست کم صعوبت و پیچیدگی مسئله یا شقوق مختلف اون رو نشان بده که سر همین والنت یوتنیجیا شقوق مختلفی هست. یه حالتش اکتیوه، یه حالتش پسیوه، و بعد به یه معنا پسیو خودش میتونه به نوعی مبتنی بر اسیستنت باشه، یعنی شما مبتنی بر اسیستنس و کمک باشه و شما کمک بکنید، مثل این موردی که ذکر کردم. یا حتی باز جلوتر رفتن ادعی میشه این بحث رو پیشتر بود که در این مورد شما اون مواد اولیه رو فقط پزشک در اختیار بیمار بذاره، اگر هوش و حواسش سر جاشه والنتریه و بعد میتونه این کارو بکنه. یعنی بگن این رو از بریز توی این، فرض کن این دوتا رو خودش بریزه داخل لیوان، هم بزنه معجون رو آماده کنه و بعد بره استفاده بکنه. اینا خیلی به اون اسیستنت نزدیک، یعنی شما کمک کردی که اون خودش رو از بین ببره. اما فقط این چنین نیست، برای اینکه یه وقت هست بیمار پارالایزه. من موردی که شخصا هم میشناختم ایامی که انگلستان تحصیل میکردم، یه پسری بود 23-24 ساله اون موقع که من میدیدمش، و قد بلند خوش سیما، در بیمارستانی در لندن بستری بود. ما با یکی از دوستای خانوادگیمون میرفتیم بهش سر میزدیم. این بنده خدا در تبریز دانشجوی سال 3 دندان پزشکی بوده، با دوستانش استخ رفته بودن، علائم ظاهرا درست نبوده و در محبته کم عمق شیرجه حسابی به اصطلاح زده بوده و همونجا در استخ محکم سرش میخوره زمین، همونجا است که فلج میشه. نقد میکنه که منو از آب کشیدن بیرون، نمی دیگه نمیتونست تکون بخوره، پارالایز بود، کاملا پارالایز و فلج بود. اما وقتی که اونو میدیدیم حتی از گردن به پایین، یعنی یه تلفن نمیتونست دستش بگیره و تمام بدن فلج بود. خب مادرش هم یادم آمده بود از تبریز، اون ایام که من اینجا بودم بسیار تلخ کام و آمده بودن به امیدهایی که داده بودن، ولی درست نشده بود دیگه. اونجا در بیمارستان دانشگاه کینگز کالج روی مایه نخواهش کار کرده بودن. به هر حال هیچ مرادم اینه، به یکی از دوستان ما از یه جا به بعد گفته بود که من دلم میخواد که به زندگیم خاتمه ببخشم، و به هر حال من دیگه این وضعیت رو نمیتونم تحمل کنم. 2-3 سال گذشته بود، چون میدونید گیر و گرفتاری داره دیگه، خیلی تلخه، زخم بستر میگیرن این افراد، خیلی سخته، با اینکه دوشکای مواجی هم دارن اما زخم بستر میگیرن و خدا نیاره واقعا خیلی روزگار تلخی بر فرد و اطرافیانش میگذره. تازه این خوش شانس و بختیار بود که به نحوی به سیستم NHS انگلستان وصل شده بود و توانسته بود بیاد و به نحو مجانی در مراکز خوب درمانی رو مداوا بشه. یادم هست که پرسیده بود و یا به یک دو نفر گفته بود، بعد اونا که خب پاسخ مثبت نداده بودن، از این دوستان ما به مسئولان اونجا گفته بود که اونا گفته بودن و مخالفت کرده بودن که خب این کار اینجا اصلا قانونی نیست. گذشت، من میدیدم او رو تا اینکه کار ما تمام شد، آمدیم ایران و مشغول کار و درس و مشق و تدریس در انجمن حکمت فلسفه بودم برای کنفرانسی مثلا به فاصله 6 ماه. بعدش من دوباره آمدم انگلستان، بعد پرسیدم، گفتن دیگه تموم شد زندگیش. و من یکی از دوستان گفت که بله تموم شد دیگه، اون بالاخره یه راهی پیدا کرد و به نحو پسیو یک کسی براش این کار کرد از بیان همون پرستارا، یعنی یه باز پسیو هم تو که عرض میکنه، چون اکتیوش گیر و گرفتش بیشتره. حالا مرادم اینه، مثال زدم، او اگر میخواستم نمیتونست مثل اون خانم بزنی بیش پایان ببخشه. من به خدا فلج تمام بود و 3-4 سال اونجا که ما بودیم هیچ گشایشی از این حیث در کارش پدید نیامد و وقتی که آمدن گفتن دیگه تمام شد. همین شروع رو شما میبینید که از می شود مسئله رو نشون میده
که حتی ما وقتی والنتری میخواییم نگاه بکنیم به والنتری یوتنیجیا، میبینید که اکتیو و پسیوشون اینچنین میشه از یکدیگر تفکیک کرد و قصه پسیوش هم شروق متعددی داره و به راحتی نمیشه ازش سخن بود. بله، حالا در پرانتز هم عرض بکنم اون موقع ها که من رو ایشون میدید میرفتم دیدنش، آره خیلی به حال سوال های الهیاتی مطرح میکرد و خیلی شاکی بود و به خدا بد و بیرا میگفت و من هم گفتم والا من نه نماینده خودم نه عرض میشود که درک نمی کنم شرایط شما، بیشتر گوش میکردم و چرا یون بعد سر من بیاد و من در 22 سالگی و کاش منو همونجا هستن کسی از آب بیرون نمی اومد. میشه فهمید دیگه خیلی تراژیکه و واقعا یه جاهایی به قول فرنگی ها آدم اسپیچلس میشه، یعنی حرف نیستم به اون آدم چی میخواد شما بگید، خیلی تراژیک. من واقعا خیلی حرف نمیزدم، بیشتر گوش میکردم و چیزی نداشتم بگم. و حالا یه توضیحاتی بعضی موقعا که خیلی سوال میکرد یه چیزایی میگفتم کلی، اما خیلی واقعا وضعیت بدی بود، خیلی نمیشد حرفی زد. بعد آخه یه وقت هم از شما امیدهای واهی بدی توهین محسوب میشه بگید. اینم یه نوع احانت کردنه به کسی، شعور کسی در نظر نگرفتن. من اینشالا خوب میشه میدونید وقتی که خب از پزشکان میپرسی، اطرافیان میپرسی، گشایشی نیست. حالا یه چیز کلی میشه بگی، اما خیلی دست و پای آدم بسته است، خیلی خیلی. و خیلی تجربه تلخی بود برای من در زندگی. شاید 10-15 باری رفتم دیدنش، کسی من نداشتم اونجا. ما با دوستانمون که لندن رفت آمد داشتیم، ما هم دیگر میدیدیم، با دوستان معمولا میرفتم. حتی چند تا خانم خیر اونجا بودن، براش غذا میبردن، خب غذا میتونست بخوره. خیلی هرچی شما فکر کنید ببینید آدم یه تشن از رسولتش نمیتونه بزنه، خیلی وضعیت قریبی، یعنی پارالایز تو این کرد. بعد نمیدونم وقتی خبرش شدیدم یه حسی از تلخی وقتی رفتم لندن و دیدم که نیست، گفتم واقعا کمتر رنج میکشه دیگه. ولی دیگه لقائق و ظرافش رو حالا اگر پای ادیان بمیان بیاد که امروز هم قدر میخوام راجع بهش سخن بگم، به هر حال این اگه یه خودکشی محسوب بشه، خب خودکشی در آموزه های دینی علی حال این امر موجهی نیست، یعنی گناهه، به سبب اینکه ما صاحب جان خود و بدن خود نیستیم و خداوند اون رو بخشیده به آدمیان و او هم میتواند هر موقعی جان رو بستانه و شخص نمیتواند و نمیتواند، یعنی مجاز نیست که دخل و تصرفی در آن بکنه. خب این از تفکیک میان والنتری، نان والنتری، این والنتری و شقوق ششگانه آن. پس تا اینجا مشخص شد، امیدوارم که توضیحاتی که دادم به ما میگوید از منظر من، بازم تاکید میکنم این روایت منه، کسی والنتری یوتنیجیا یعنی اتانازی داوطلبانه منفعلانه در قیاس با دیگر شقوق ششگانه اتانازی موجه تر یا کمتر غیر موجه. حالا اگر نکته داشتن دوستان در بخش پاسخ بهش میپردازن. و اما استفاده از دستگاه اخلاقی راست هم به اختصار این رو ذکر میکنم تا پرونده این بخش رو هم ببندیم. ملاحظه بکنید در دستگاه اخلاقی راست، چرا که در جلسات پیشین هم آوردم، ما وظایف در نظر اول ششگانه ای داریم. یکی از اون وظایف عبارت هست از عدم اضرار به غیر، یادتون هست دیگه، نان مالیفیشنس. یکی از اونها عبارت هست از بنفیشنس یا مهربانی. میشه پزشک اگر قرار باشه یا هر کسی که میخواد کمک بکنه به هستی والنتری یوتنیجیا، هم از منظر کاستن از درد و رنج بیمار و هم با عنایت به این وظیفه در نظر اول بنفیشنس تسهیل بکنه فرایند ستانده شدن جان بیماری که در مراحل انتهایی قرار داره. و دیگه اگر موانع و امور رادعی هم در میان باشه، فکر نمی کنم متعدد رشوت های اخلاقی عرفی بشه کفه به این طرف گردانده بشه. بعد توجه دارید البته که
این خب مبتنی بر اخلاق سکولاره، یعنی اگر از شما از منظر دینی حرکت بکنید، چنان که گفتم ستاندن جان امر موجهی نیست، و حتی شما از کانت هم بپرسید، قرائت ارتودکس کانتی که کرامت انسانی و هیومن دیگنیتی رو یه امر کاتگوریکال میداند، همان گونه که او بردگی و روسبیگری رو غیر اخلاقی میانگاره، با خودکشی هم از منظر اخلاقی چندان کانت بر سر میز نیست. یعنی شما هیومن دیگنیتی رو دارید زائل میکنید، هرچند کسانی از آن طرف استدلال کردن که در این وضعیت دیگه فرد دیگنیتی لزومن نداره. خاطرم از یک سال در کنفرانس سالیانه از میشود انگلستان در ارستیتالیان سوسایتی کانفرنس که من هم یه پیپری داشتم، خوب خاطرم هست یه پنلی راجع به مباحث اخلاقی بود و یه خانومی یه پیپری خوان و بحث بود راجع به همین اخلاق کانت، یه کسی همین رو اونجا طرح کرد که این هیومن دیگنیتی که ازش شما سخن میگید احتیاج به جن داره و به معنای بقاعت کانتیش قابل قبول نیست، چرا که در پاری از موارد اون دیگنیتی دیگه وجود نداره به لحاظ تجربی اندازه، یعنی اون مال حالت متعارفه که انسان از منظر کانتی اخلاقا مجاز نیست جان خود رو بستانه و دیگنیتی خود رو زائل بکنه. در حالتهایی مثل بیمار اندستیج فلمسد دیگه اون دیگنیتی متعارف وجود نداره و ستاندنش رو نمیتوان هم به غیر اخلاقی نزومن قلندار کرد. اگر شما این روایت رو بپذیرید و در روایت و قرائت راست از وظیفه گرایی که به تفصیل راجع به سخن گفتیم و دیدیم که نوعی قصه آثار و نتایج مترتبه بر فعل هم از منظر راست مدخلیت داره برای رسیدن به داوری اخلاقی موجه، اون وقت است که متوجه میشیم که میشه با لحاظ کردن وظایف مثل عدم اضرار به غیر یا بنفیشنس، ما پزشک رو در این میان ناموجه نینگاریم اگر بخواهد جان کسی یا کسانی رو که این وضعیت رو دارن بستانه. دست کم بازم تأکید میکنم در روایت والنتریش و به نحوه پسیو فکر میکنم که قصه از منظر راست میتونه حکیت اخلاقی داشته باشه و با اینترونشن و مداخله حد اقلی در زندگی و بعد هم وقتی خود فرد تصمیم میگیره تا اینکه ما به جای او تصمیم بگیریم یا در این والنتری حتی به رغم میل این کارو رغم میل فرد این کارو بکنه. یعنی کسی که در اون عملیات داره کشته میشه شاید اصلا بنده خدا هیچ دلش نمیخواد از بین بره، نمیگم اون کسی هم که این کارو میکنه با رغبت این کارو میکنه و همین خاطرم با کشتن متعارف فاصله داره، چون وقتی در حالت متعارف کسی رو از پای در میاره با میل و رغبت خود این کارو میکنه به سبب نفعی که برش مترتب میشه یا اون خشم و انتقامی که در وجود اون متمکن شده، اما در این حالت نه، مثل اون مثالی که زدم فرمانده از کسی میخواد برای حفظ یه منفعت بزرگتر و مهمتری و به رغم میلشون کسی رو از پای در بیاره، اما به هر حال باز به رغم میل اون فرد در این والنتری یوتنیشن. در نان والنتری نمیدونیم طرف چی میخواد و دیگه هوشیار نیست و ما به جای او داریم تصمیم میگیریم. البته اینو هم عرض بکنم هستن برخیز بایوتیسیستا که با نان والنتری هم موافقن، من نمیخوام بگم نیستن، فقط چون وقت موزیقه و در این حال میخواستم تصویری از منظر خودم در این باب به شما بدهم مبتنی بر بحث مقصود نوبتی پیش با آنچه که امروز تا کنون گفتم توضیح میدم که در میان این شروع ششگانه من فکر میکنم که شاید پسی والنتری یوتنیزیا رو بشه ازش به نحوی از منظر اخلاقی دفاع کرد. از منظر فقهی اینا رو عرض میکنم تا دقایق دیگه این بحث رو ببندیم و میخوام پیش از اتمام بحثمون به قصه اخلاق و سیاست هم بپردازم چنان که بحث کردم. از منظر دینی و اخلاقی دینی و فقهی اگر بخوایم قصه رو بهش بپردازیم، چنان که ذکر کردم خب عموم فقها بر این باورن که حرام خودکشی و شعوبی هم تا جایی که من میدانم براش متصدر نیستن. برخی البته گفتن، یادم در همون جلساتی هم که ما بحث میکردیم در باب نان والنتری اتفاقا اونا بحث میکردن که خود فرد چون در حالت هوشیاری نیست، برخی از فقها میگفتن شاید مقام اثبات تکلیف باشه و در یه شرایطی و به شرطها و شروطها شاید
بشه یه توضیحاتی در این باب داد و از روایش دفاع کرد، شاید هست. اما به نفع اغلبی و اکثریت نه، عموم فقها با این کار مخالفن و این رو حرام میدانن و توجیه دینیش هم چنان که عرض کردم این است که خداوند جان رو بخشید و خود او میتواند و میخواهد که هر زمان که صلاح میداند اون رو بسپره. اگر هم شما به او بگید که یه بیمار اندستهی داره زجر میکشه، میگن خواست خدا بوده و به هر حال ما حق نداریم به زندگی او خاتمه ببخشیم. اگه هوشیار مثلا والنتری میخواد این کار انجام بده. یادم یه برنامه پرگاری هم در بی بی سی در این باب بود، دوستان ما آقای کبیره و آقای نراقی در برنامه شرکت داشتن. خاطرم هست که آقای کریمی وقتی که از آقای کبیره میپرسید و یکی دو مورد رو هم مثال زد و عکس اونها رو اگر اشتباه نکنم نشان داد و پرسید، پاسخ آقای کلیور هم همین بود اجمالا که نه، از منظر دینی درست خیلی وضعیت سخت و رقت انگیزی به تعبیر من، اما ما مجاز نیستیم. آقای نراقی تو اون برنامه میکوشید توضیح بده که برخلاف رأی آقای کلیور در پاره از شکوه متنازی ما از روایی اون میتونیم سخن بگیم و دفاع بکنیم. یادمه بر روی قصه شهادت انگوش تأکید مینهاد، حتی به لحاظ دینی، و میگفتش که چطوره که در برخی از مواقع شهادت یعنی جان رو ازش گذشتن موجهه. و قصه حسین ابن علی یعنی امام حسین هم در روایات دینی یا قصص تاریخی اشاره میکرد. بحث فقط دینی نمیکرد، استدلالهای اخلاقی عقلانی فلسفی هم میکرد، در این حال یه استشهاد دینی هم میکرد که خب هرچند فقها اگر بنا به استدلال فقهی باشه شاید شهادت هم امر ناموجهی باشه، اما به هر حال ما از منظر اخلاقی بر این باوریم که یه جاهایی ارزش‌هایی که شخص بهش باور داره شاید بشه ازش دفاع کرد که این امر موجهی که بابت عقیدهش، بابت راحتی جان فلانی و بهمانی از جانش بگذره و این کار موجه میدانیم اخلاقی. پس کاتگوریکال نیست که ما جان رو و ستانده شدنش به نحو اختیاری رو امر غیر موجه بدانیم. از اینجا شروع میکرد و بعد پیشتن. حالا گفتم کلام ها یه جورون کلام، یه خاطره براتون نقل کنم. آقای محقق داماد یادم ایران که بودیم یک بار نقل میکرد که بحث از ابوالفضل بود، برادر امام حسین، در یک محفلی که برخی از فقها بودند و میگفت یکی از فقهای بزرگ نام نبرد برای ما چه کسی، گفت از منظر اخلاقی اگر شما جان خودت در خطر باشه، یعنی فرض کنید که اگر چند قطره آب یا چند لیوان آب ننوشید دیگه هلاک میشه و دیگری هم در این وضعیت باشه، میگفت ایشون توضیح میداد که صیانت نفس در احکام فقهی امر موجهیه، اون یه امر تخییریه، شما میتونی گذشت بکنی و به دیگری به مثلا آب برسانید، اما اگر از جان خودت نگذری و به خود آب برسانی حتی به این قیمت که دیگری تلف بشه و از بین بره، کار غیر شرعی نکرده، چون صیانت نفس یه حکم فقهی و شرعی در وهله نخست و ما مجبوریم یا موظفیم که از جان خود حمایت کنیم، ببخشید از جان خود حفاظت کنیم. در این سیاق هم میگو وقتی صحبت اون بود اما خزشون پرسیده پس این قصه آقا صفای کربلا و اینا چی میشه، میگوشون هم گفت خب میگن دیگه در حال سر منابع گفته میشه، اشکالی حالا میگن، خب این تعبیر رو به کار برد، اما به لحاظ فقهیش بخواید چه ابوالفضل برادر امام حسین باشه و چه هر کسی دیگری، ابتداءن شخص باید حافظ جان خود باشه و صیانت از نفس و صیانت از جان وظیفه فقهی و اخلاقی ماست در وهله نخست. بخوام بگم یعنی حتی از این منظر که شما نگاه بکنید اون وقت قصه مثل مارتیردم یا شهادت مشکلاتی به لحاظ فقهی ممکنه پیدا کنه، یعنی اون استدلال مرادم اینه، توضیحاتی که عرض می‌کنم اون استدلال کلی از اینجا میاد که به نوعی سیانت نفس خود به کاتگوریکال داره انگار، یعنی به هر قیمتی شما باید جان خودت رو حفظ بکنی، وقت در این سیاق شما هم حق نداری به زندگی خودت در هیچ شرایطی خاتمه ببخشی و هم اگر تزاحمی محقق بشه ابتداعا شما موظفی جان خودت رو حفظ بکنی، حالا اگر شد دیگری رو هم جانش رو حفظ بکنی از طریق بخشیدن آن. و به این معناست که ما الان بحث اخلاقی داریم میکنیم و توضیح میدم که به لحاظ اخلاقی شهادتی امر موجهی، اگر شما باشید مر احکام فقهی
شاید شهادت چندان در آن جای نداشته باشه. در وهله نخست به هر حال همطور که مثال زدم شخص معطوف به حفظ جان خود باید حرکت کنه. باری اگر اجازه بدید بحث از اوتانازی رو به این میزانی که طرح کردم اینجا ببندیم. اگر ملاحظه‌ای و نکته‌ای داشتن دوستان در بخش پرسش و پاسخ بهش میپردازیم. جمع‌بندی بکنم، جمع‌بندی من این است که اولا بحث ما اخلاقیه، نه بحث فقهی. توضیحاتی هم که دادم جهت ایضاح مسئله از جوانب مختلف بود. گفتم به لحاظ فقهی عموم فقها معتقدن تمام شقوق اوتانازی ناموجهه، استدلالشون هم مبتنی بر صیانت نفس. و گفتم حتی این استدلال اونقدر محکمه که تا جایی که کسی ممکنه از به خطر انداختن جان خود برای نگه داشتن جان دیگری یا حفظ صیانت از جان دیگری سخن بگه، اونا هیچ لزوماً نمیگن که این کار قطعا بهتره. مهم صیانت نفس در وهله نخست به لحاظ فقهی، و میگن امر خدا بدین تعلق گرفته. این به لحاظ فقهی بود و استدلال دینی فقهی آن. اما به لحاظ اخلاقی بحث ما پس از توضیح مبسوط این شقوق ششگانه با استشهاد به دستگاه اخلاقی راست و وظایف در نظر اولی مثل نان افیشنس یا عدم اضرار به غیر و نان افیشنس یا نیکوکاری کردن، مهربانی کردن، تشخیص من این است که پسیو ولنتی تنیجیا در قیاس با دیگر شقوق ششگانه لحاظ اخلاقی موجه تره. به لحاظ نان والنسی توضیح دادم مسئله رو و صعوبت مسئله رو چنان که من میفهمم، مگر این که در مواردی که فرد از قبل گفته باشه، اون فکر میکنم کم و بیش مثل حالت پسیو والنسی میشه. یعنی من به شما گفته باشم که اگر دوچار این حادثه ای شدم اب نداره، یا به زندگی من خاتمه ببخشید که اسباب زحمت دیگران رو فراهم نیاورد. وقت اگر من در کما باشم و دیگران به زندگی من بخواهن خاتمه ببخشن، به این معنا این پسیو نان والنتری شبیه اون پسیو والنتری میشه. اما در مواردی از نان والنتری که ما هیچ رأی فرد رو نمیدانیم و وقتی که هوشیار بوده یا سالم بوده سخنی نگفته، چنان که عرض کردم چون قصه معطوف به تصمیم گرفتن برای دیگری است بدون اینکه رأی او در این باب رو بدانیم، قصه متفاوت میشه. خب این از اوتانازی یا اوتانازی یا کشتن مشفقانه. مجالی نداریم، این جلسه جلسه آخر از سلسله مباحث فلسفه اخلاق ماست، ولی دوست داشتم در باب دو موضوع دیگر از مباحث اخلاق کاربردی در حوزه اخلاق پزشکی، یکی ابورشن یا سقط جنین و دیگری مادرهود سروگیسی یا رحم جایگزین، هم با هم صحبت بکنیم. مقولاتی است که روی اونها کار کرده ام، مقاله نوشتم و تدریس کردم، اما دیگه اکنون مجالی ندارم. اگر دوستان مایل باشن، چنان که قبلا هم گفتم به این حوزه مبسوط در دهه های اخیر بایو اتیکس یا مدیکال اتیکس میتوانن هم به منابع متعددی خصوصا در زبان انگلیسی مراجعه بکنن و هم کورس های رو آنلاین گوش بکنن که خوشبختانه الان روی وبسایت ها، مثلا وبسایت دانشگاه هاروارد هست، وبسایت دانشگاه ییل هست این کورس ها، و میتونن ببینن صعوبت مسئله رو، ذو ابعاد بودن اون رو، و اینکه یک کورس یا یک رشته به نام بایو اتیکس و مدیکال اتیکس دهه های اخیر سر برآورده. خوشبختانه در ایران قصه جدیتر شده. من البته مبتنی بر تجربه های شخصی خودم و آنچه که در این 5-6 سال شنیده ام قضاوت میکنم، چون 5-6 سال ایران نیستم و قضاوتم از راه دوره در این باب، اما دنبال میکنم اخبار رو کم و بیش و اون تجربه زیسته من در ایران هم همین رو میگه. یه نکته ای هم که پیش از بستن این بحث خوبه که ذکر بکنم و ارتباط وسیع دیگم با این بحث داره، این است که خیلی از پزشکان ما داخل کشور، تجربه خود من همین رو میگفتم ایام در اون سمینارها، اخلاق پزشکی رو با فقه پزشکی خلط کردن و فکر میکنن داوری های اخلاقی در این باب همون سخنان است که فقها میگن. و نمیگم فقها نباید در این باب سخن بگن و ما رشته‌ای به نام فقه پزشکی نداریم، حتما داریم و هست، اما فقه پزشکی با اخلاق پزشکی فرق میکنه. اخلاق پزشکی یا مدیکال اتیکس یا بایو اتیکس، چون که نوبت پیشین هم ذکر کرده، متضمن به کار بستن نظریات حوزه اخلاق هنجاریه در حوزه
مسائل پزشکی، یعنی ابتداعاً باید از یک اتیسیست پرسید، از یک متخصص اخلاق، یا دست کم یک کمیته‌ای که یه عضوش باید متخصص اخلاق باشه، یه عضوش پزشک باشه، احیاناً در پاره از موارد یه جامعه شناس باشه، یه روانشناس باشه، اونا باید حکم بکنن، یعنی داوری کارشناسانه جمعی انجام بدن. این میشه اخلاق پزشکی. فقه پزشکی یعنی سخن است از روایی و ناروایی فقهی چنان که یه فقیه میده. اشکالی نداره، یک رأی است در این باب و میشه از آراء فقها هم، خصوصا کسی که براش مهم آراء فقها هم بهره مند شد. اما اگر از اخلاق پزشکی ما سخن میگیم، این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که اخلاق پزشکی با فقه پزشکی خیلی متفاوته و من بارها در اون جلسات میدیدم که برخی از پزشکان محترم که احیانا سمتی هم داشتن و در دانشگاه تدریس میکردن، متفتن به تفاوت میان این دو نبودن و فکر میکردن اخلاق پزشکی همون فقه پزشکیه. من توجه دارم به پیچیدگی هایی که در مقام عمل وجود داره، خیلی از قوانین ما چگونه نوشته شده و تنظیم شده و به لحاظ حقوقی مسائل ابعاد دیگری داره، این رو خوب متوجهم، اما دست کم در مقام نظر باید مسئله برای ما روشن باشه. اگر در مقام نظر مسئله روشن نباشه، دیگه چه جای انتظار این که قوانین ما هم بر همین سیاق تغییر بکنه و رفته رفته ما از این آموزه ها بهره مند بشویم. ما باید در وهله نخست در اخلاقیاتمون و درکمون از حوزه های مختلف اخلاقی تغییری حاصل بشه و چنان که گفتم در این با میان اخلاق پزشکی و فقه پزشکی تفکیکی قائل بشویم و بعد انشالله و رفته رفته به سمتی حرکت بکنیم که اخلاق پزشکی جای خود رو پیدا کنه و ما بتوانیم از بایو اتیسیستا به مثابه یک گروه و متخصصانی که در این عرصه آراء مستقل و معطوف به خود رو دارن، یعنی اگر هم مثلا یک فقیهی در این باب سخنی میگه، از منظر فقاهت میگه، در این حال یه متخصص اخلاق هم رأی مهمی داره و به عنوان یه بایوتیسیست مطرح میکنه و اینا باید با هم مورد بررسی قرار بگیرن، احیانا در یه کمیته‌ای چنان که عرض کردم دیگر متخصصان هم باشن. اتفاقی که در اینجاها و از مشابه در این سوی کره خاکی هم سالهاست که افتاده و رفته رفته ما بتونیم در حوزه اخلاق پزشکی به لحاظ نرمتیو و هنجاری این چنین کارها رو پیش ببریم. خوشبختانه این رو هم بعد از آن که گامهایی برداشته شده، من نمیگم از این حیث ما مثل 20 سال پیشی، نه واقعا تجربه اون سالهای من هم میگه یه اتفاقاتی افتاده، قدمهایی برداشته شده به رغم همه محدودیتهایی که خوب با آنها آشنا هستم و آشنا هستید، اما فکر میکنم به تعبیر مولوی اندکی راه است بینا شدن و هزار باده ناخورده در رگ تاک است. امیدوارم که از این حیث ما درکمون از حدود و ثغور اخلاق پزشکی غنی‌تر و فربهتر بشه. خب اجازه بدید پرونده این بحث رو ببندیم. چند دقیقه‌ای هم راجع به اخلاق پزشکی صحبت، ببخشید اخلاق و سیاست صحبت بکنم و بحث امروزمون رو و کلاً این سلسله مباحث 15 گانه فلسفه اخلاق رو جمع‌بندی کنیم و به اتمام ببریم. رابطه میان اخلاق و سیاست از دیگر مقولاتی است که در حوزه اخلاق کاربردی چنان که اشاره کردم به بحث گذاشته شده. خاطرم هست، خدا شفای عاجل به دوست عزیز ما آقای سعید حجاریان عنایت بکند، ایشون از کسانی بوده که دل مشغول این امر در سالیان گذشته بوده و البته متاسفانه مشکل جدی که در تکلم ایشان دارن و سلامتی جسمی که مع الاسف توسط سعید عسکر و همکار ایشون حدود 18-19 سال پیش از ایشان ستانده شد، مانع از این شد که اون بزرگوار دوباره به حالت عادی بتواند بازگردد. اما شخصا بارها شاهد بودم که در همین ایام و در سالیان اخیر یکی از دل مشغولی های فکری حجاریان عبارت است از ربط و نسبت میان اخلاق و سیاست در حوزه اخلاق کاربردی و مباحث نظری در این باب. خود من که ایران بودم چند باری به تفصیل با یکدیگر در این باب گفتگو کردیم. یادم هست جلساتی کارگروهی تحت همین عنوان در
حزب مشارکت تشکیل شده بود. من هم در پاری از جلسات این کارگروه دعوت داشتم و رفتم. همه اینا پیش از انتخابات سال 88 شمسی است و ایشان آقای افجاریان که نمیتوانست حضور پیدا بکند، پاری از جلسات هم که جوانترها اون رو اداره میکردن و در اون مشارکت میکردن نزد ایشون تشکیل میشد. برخی مقالات کلاسیک خوب در اونجا خونده میشد. من یادم چند تا از این مقالات رو ایشون هم به من داد. یکی دو نوبت هم من اونجا صحبت کردم از منظر اخلاق هنجاری و عرض میشود که ربط و نسبت میان اخلاق و سیاست چنان که میفهمیدن. و به هر حال نفس توجه به این مسئله خب از انسان هوشمند و نظریه پرداز مهمی در حوزه سیاست که سعید حجاریان باشه قطعا ایشان به وقوف این مسئله به اهمیت این مسئله وقوف داشت. و به هر حال یه رشته ایست، یه دیسیپلینیه که بهش پرداخته شده و می شود. در همون کتاب امر اخلاقی و امر متعالی که اشاره کردم، من یک گفتگوی مبسوطی تحت عنوان اخلاق و سیاست دارم که با یکی از این فصلنامه ها انجام شده بود و یکی هم جستاری که عبارت است از مبانی اخلاقی دموکراسی. یادم این سخنرانی سالها پیش در حزب مشارکت انجام شد و صورت منقه اون ابتداعا در یکی از فصلنامه های داخل کشور منتشر شد، اما بعدن که میخواست در کتاب من قرار بگیره من مجددن اون رو مبسوط ویرایش کردم و نکاتی رو بهش اضافه کردم که در کتاب تحت عنوان مبانی اخلاقی دموکراسی منتشر شد. چرا به این دو جستار اشاره میکنم؟ برای اینکه وقتی شما از رابطه میان اخلاق و سیاست به مثابه یک امر نظری سراغ میگیرید، باید به سر وقت تئوری های اخلاق هنجاری برد و با روشن کردن موضع خود از آن حیث به قصه سیاست بپردازید. ببینید شما وقتی که رابطه میان اخلاق و سیاست رو به بحث میگذارید، نه اینکه به فلان اتفاق روزمره سیاسی اشاره میکنید یا به فلان اتفاقی که رخ داده از منظر اخلاقی میپردازید. اونا دیلی پالیتیکسه، اشکالی هم نداره، در جای خود مسئله مهمی هم هست. مثلا این که شما بگید که آیا دولت فلان استقراضی رو که از بانک جهانی کرده کار درستی بوده به لحاظ اقتصادی و معالن اخلاقی یا نه. ممکنه بگید چرا اخلاقا اینجا مربوط میشه، چون نسبتی که با منفعت ملی پیدا میکنه. یا فلان حرکت بهمان وزیر درست بود در این باب یا نه. اینا رو میشه بحث کرد، اینا همه دیلی پالیتیکسه، در جای خودش هم اهمیت شو داره. اما بحث از رابطه میان اخلاق و سیاست در حوزه اخلاق کاربردی یه بحث نظریه که معطوف به هنجارهای اخلاقی است که در سیاست ورزی باید لحاظ بشه و عرض می شود از اون منظر میشه به قصه سیاست پرداخت، یا به قول فیلسوفان اخلاق مورالی رلوانت فیچرز رو، یعنی اون خصوصیات اخلاقا مربوط رو در حوزه سیاست ورزی و رفتار دولت مردان لحاظ کرد. من یه مثالی بزنم و به یه نوشته‌ای که چند سال پیش منتشر کردم اشاره‌ای بکنم و از فایده‌گرایی اخلاقی هم یادی بکنم و عرایضم رو ختم بکنم امروز. ببینید اون نوشته‌ای که مد نظرم هست عنوانش هست فضیلت و سیاست. اتفاقا امروزه که در فضای کنونی این هفته‌های اخیر که قصه فیش‌های حقوقی نجومی مطرح شده و عرض می‌شود که در بحث‌های سیاسی جناحین سیاسی بسیار محل ارجاع شده است، از یه منظر این قصه به آنچه که الان ذکر میکنم مربوطه. خاطرم نیست شأن نزول اون نوشته من چی بود، اگر دوباره مقاله رو ببینم یادم میاد، اکنون حافظه من یاری نمیکنه. عنوان مقاله بود فضیلت و سیاست و لب سخن من اونجا این بود که ما در وادی سیاست و ارزیابی سیاسی رفتار دولت مردان اساسا نباید روی مفهوم ورچو و فضیلت سرمایه گذاری بکنیم.
و بعد هم ادامه دادم و بس به این مطلب که فضیلت گرایی اخلاقی یک نهله از نهله های البته اخلاق هنجاری، اما در حوزه سیاست فکر نمی کنم این نهله به کار بیاد، بدین سبب که به نوعی میشه گفت فضیلت گرایی اخلاقی یه نوع نهله نخبه گرایانه است، یعنی در عموم جوامع حداقلی از افراد ورچوئسن یا فضیلتمندن، اما سیاست با متوسطان سر و کار داره، چه سیاست مداران و چه کسانی که بر اونها حکومت میشه. یعنی چی متوسطان؟ نه اینکه به لحاظ هوشی متوسط باشن، یعنی به لحاظ اینکه مسئله نفع و لذت برای اونها مهم بوده و پای در وادی سیاست نهادن، و چون عموم جوامع رو متوسطان پر می کنن در وادی سیاست و ارزیابی اخلاقی کنش های سیاسی باید به نظریاتی رجوع کرد که بیشتر در خور متوسطان باشه نه در خور نخبگان، و ما باید سراغ این نظریات برویم و از اونها استفاده کنیم برای ارزیابی اخلاقی. و بعد ادامه داده بودم به یه معنا ما در حوزه داوری اخلاقی در وادی سیاست به نظریات رول بیست احتیاج داریم، یعنی نظریات مبتنی بر قواعد اخلاقی، در حالی که ورچوا و فضائل اخلاقی یه چیزای شخصی هن و میشه فرد داشته باشه میشه نداشته باشه، اما در ارزیابی من و شما از فلانی و بهمانی مدخلیتی نداره. بذاریم مثال از کسان دیگری بزنیم، یادم از اونجا مثال تونی بلر رو آورده بودم. شما فرض کنید تونی بلر آدمی باشه که به لحاظ شخصی آدم حلیمی باشه، یا آدم ساده زیستی باشه، یا آدم تندخویی باشه با همسرش با بچهش با دوستان نزدیکش، اینا در وادی سیاست ورزی به اصطلاح مورالی ایرلوونت هم اخلاقا مربوط نیستن، به من ربطی نداره که ایشون دوست داره ساده زیست باشه یا نباشه، دوست داره که یا این چنینه که آدم بدخلقیه یا آدم خوشخلقیه، آدم صبوریه یا آدمی است که زود جوش میاره. اینا خلقوهای شخصی، اون مقداری مهمه که اینا با تصمیم‌های کلانی که ایشون میگیره برای مملکت و ربط و نسبتی که با منفعت ملی اینا پیدا میکنه، اینا مورالی رلوانت، و الا حوزه شخصی ایشون مورالی رلوانت نیست. هر چه که هست اگه حقوق زیادی میگیره، حالا مرادم این بود اون بخشی که مربوطه، اگه مصوب شده که رئیس جمهور باید سالیانه 600-700 هزار پوند بگیره که ظاهرا این چنینه که حقوق پایینی هم نیست اما مصوبه بگیره استفاده کنه، تعطیلاتش هم بره مثل دیگران نخست وزیرا، هیچ انتظاری نباید داشت یا باید این چنین باشه که زاهد باشه رو زمین بشینه فرض بفرمایید، نه اینا فکر میکنم امور ایرلوونتی، ممکنه یه عده ساده دلان رو این امور عرض می شود جذب بکنه، اما حقیقتش اینه که در سیاست مدرن در معنای کنونی اینا هیچ کدوم لحاظ نمیشه. بله تصمیمی که میگیره اگه در راستای منافع ملی کشور انگلستان نباشه و خطا بکنه اونجا او رو چالنج میکنن، کمون که این کارو کردن در قصه حمله انگلستان به عراق بعد از اتمام دوران نخست وزیری او، که همین قصه هم به نوعی باعث شد که او رفته رفته دیگه بره از این سمت کنار، او رو چالنجش کردن و خب مجبور شد پاسخ بده، تا حدودی هم پاسخاش رو ادهیم نپسندیدن و نپذیرفتن، حالا هرچه که بود، اما از تیست شخصی بلر کسی نمیپرسید و نمیپرسه. بله اگر از اون حقوقی که براش در نظر گرفته شده بیشتر بگیره باز اون یه امر پابلیکی، اون رو هم مؤاخذه میکنه، اما این امور خیلی در سیاست کنونی شفافه و مبتنی بر ورچو نیست، یعنی سیاست ورزیه رهایی بخش فضیلتمندانه نیست و مبتنی بر فضائل اخلاقی سنجیده نمیشه. حالا ممکنه یه سیاستمداری هم باشه که فضیلتمند باشه، بسیار خوب، خیلی هم خوب، در قیاس با سیاستمداری که فضیلتمند نیست ما میگیم این خوبه، اما شرط لازم سیاست ورزی رهایی بخش نیست. ببینید من در هم مقاله مثال زده بودم، شما فرض کنید که دکتر مصدق در میان ما با همه اشتباهاتی که داشت و فیلم مثال ادهی گفتن که انحلال مجلس و پارلمان یکی از خطاهای بزرگ مصدق بود، اشتباهای تاکتیکی که کرد احیانا، اما مرد بسیار سلیم و نفسی بود و بسیار اهل زیستن درست به لحاظ نحوه عرض می شود پرواهای مالی و امثال زالک، بازرگان هم همینطور بود،
بسیار این چنین بود. خاطراتی که از این بزرگواران نقل شده در باب دقتی که داشتند، عرض می شود که درباره چگونگی صرف به اصطلاح بیت المال، اینا حساسیت‌ها اینها رو نشان میده. یا احمد شاه مسعود در افغانستان، یا گاندی در هندوستان، اینا آدمایی بودن که ویرچوئس هم هستن. امروز ما اینها رو به عنوان نمادهای سیاست ورزی که شخص در عرصه شخصیش هم بسیار قابل تحسین و تأمله. اما با یک گل یا با چند گل بهار نمیاد، و از آن مهمتر این که قرار نیست بیاد. یعنی ما یه آدم فضیلتمند لزوماً در وادی سیاست نمیخواهیم. یه آدمی که به قاعده رفتار کنه، پاسخگو باشه، عرض میشود در برابر کارهایی که انجام میده، و از همه مهمتر کارهایی که میکنه رو نه با ورچو اتیکس بلکه با یوتیلیتاریانیزم و فایده گرایی بشه اقدامات او رو هم انان دانست با بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج برای اکثریت شهروندان جامعه. این فکر میکنم اون نظریه اخلاقی است در حوزه اخلاق هنجاری که میتونه به ما کمک بکنه، و مبتنی بر اون ما رابطه بین سیاست و اخلاق رو صورت بندی بکنیم، یا از منظر اخلاقی درباره سیاست ورزی سخن بگوییم. البته چنان که در یکی از همین جلسات هم در بحث از فایده گرایی گفتم، برای اینکه عرایزم دقیق تر باشه، این تأملات چند سال اخیر منه، باز فایده گرایی قاعده محور اینجا خیلی به ما کمک میکنه، یعنی رول یوتیلیتاریانیزم. چرا که در روایت کسانی مثل برات هوکر و دیگران از فایده گرایی قاعده محور، ما اصول بنیادین حقوق بشر رو هم، یا هیومن دیگنیتی و اتانومی، اینها رو هم میتونیم ذیل قواعد اخلاقی که باید مد نظر قرار بگیرد و متضمن بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج برای اکثریت افراد میشوند، هم میتونیم لحاظ بکنیم. یعنی این فایده گرایی قاعده محور با فایده گرایی کلاسیک فاصله داره، و ملاحظاتی مثل حقوق بنیادین انسان که در 60-70 سال اخیر خصوصا بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر به درستی بر مصدر تصویب نشسته، میشه از اونها سراغ گرفت و قصه فقط یوتیلیتی به معنای پلژر و افزایش لذت متعارف نیست، بلکه فایده به معنایی است که ما میتونیم از اون اصل اولیه به هر حال اصول متعددی رو هم درایو بکنیم، یعنی به نحوه که از اونها مشتق بشوند، و قصه پلژر به این معنا در کار باشه. من فکر میکنم در وادی سیاست این نظریه در قیاس با دیگر نظریات اخلاق هنجاری رهگشاتره، و از همه مهمتر این که ما قصه رابطه میان فضیلت و سیاست رو باید از نو تعریف بکنیم و به این مقوله از اینجا نگاه نکنیم که در باب فلانی یا بهمانی که میخوایم نظر بکنیم بگیم آره آدمیه که ساده زیسته، یا از فضائل فردی اخلاقی رو سخن بگیم. بازم تأکید میکنم اینا بودنش خیلی خوبه، هیچ روشنی که اشکالی نداره، نه تنها اشکالی نداره که خیلی هم خوبه اگر کسی متخلق به فضائل اخلاقی باشه، آدم خلیقی باشه، از ویژگی‌های اخلاقی بشه در این سراغ گرفت. اما و هزار اما، بار ما در وادی سیاست اونقدر که من میفهمم، یعنی در استدلال ورزی اخلاقی در وادی سیاست، مورال ریزنینگ این چنین بار نمیشه، و ما باید که قصه پرودنس یا منفعت، یا بگیم منفعت ملی خصوصا، و بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج برای اکثریت شهروندان جامعه رو ملاحظه بکنیم و در کار آوریم. و اگر در باب بهمانی و فلانی سخن میگوییم، از این حیث عرض می شود بپردازیم. ببینید باز مثال برای این که عینی تر بشه، و همه ما این تجربه رو داشتیم در سالیان اخیر، من فکر می کنم نقد از این منظر اخلاقی جدی که به آقای احمدی نژاد و تیب ایشون وارده، حالا از خصوصیات شخصی ایشون می گذرم که همه دوستان به نیکی با اون آشنا هستن و نیازی به تذکر و تکرار نیست، و من آرزو می کنم که هیچ یک از ما به لحاظ شخصی شباهتی با ایشون نداشته باشیم، اون اما پرفرنس شخصیه، اما به لحاظ اخلاقی و استدلال ورزی اخلاقی، اونی که بسیار میشه ازش بهره گرفت اون که کثیری از کارهایی که ایشان انجام داده در این 8 سال به گواهی متخصصان هیچ نسبتی با منفعت ملی و بیشینه شدن فایده
و کمی شدن درد و رنج برای اکثریت شهروندان نداشته. نه تنها مسبب این نشده که خسران و خسارت بسیاری به همراه آورد. این اون آرگومنت اخلاقی که میشه اقامه کرد. اینا فرمودید فارغ از اون خصوصیات شخصی که ایشان دارد و دانم و دانید. میخوام بگم در وادی استدلال ورزی اخلاقی از اینجا بعد اونقدر که من میفهمم حرکت کرد. و به همین خاطر اصلا این نوع گفتمان که راجع به فلانی و بهمانی که سخن میشه ابتداءً از مسائل شخصی او آغاز میکنند که خیلی از اونها میتونه مبتنی بر شایعه ها باشه. من میگم از اینجا نباید آغاز کرد، به اندازه کافی برای اینکه فلانی و بهمانی رو شخص نقد بکنه در وادی سیاست ما دلیل ابجکتیو میتونیم داشته باشیم و اون دلایل ابجکتیو باید مبتنی باشه بر کارنامه او و نسبت سنجی اون با منفعت ملی. این مهمترین دلیله. کمان که در قصه بلر هم گفتم، یعنی در سیاست مدرن کاری که با بلر شده به خاطر کارهایی است که او کرده و اینکه آیا این در راستای منافع ملی انگلستان بوده یا نه. در سیاست مدرن از اینجا حرکت میکنند و مهمترینش اینه. اما البته قصه مسائل مالی اون مقداریش که پابلیک میشه چرا مهمه. و الا ممکنه فلانی قبل از اینکه فلان سمت رو بگیره آدم متمولی باشه. خب باشه، اشکالی نداره اگر متموله و به نحو مشروع به دست آمده، حالا در وادی سیاست هم داره کار میکنه. اصلا قرار نیست سیاست ورزی با زهد و با فضائل اخلاقی چنان که عرض کردم گره بخوره. این رابطه عرض میشود که نسسری میان اینها هیچ برقرار نیست. اما ما خیلی از مواقع اینجا شاغلامون درست کار نمیکنه یا دست کم توجه نداریم به این که باید به این امر هم بپردازیم. خب من دیگه بیش از این وقت دوستان رو نمیگیرم و تأمل و تتبع در این باب رو به عزیزان می سپارم، به پاره از جستارهای خودم که اشاره کردم و دیگر کسانی که در عرصه نسبت سنجی میان اخلاق و سیاست کار کرده اند، من جمله دوست عزیزمون آقای حجاریان در به اصطلاح لیترکر فارسی، در زبان انگلیسی هم که الی ماشاءالله در این باب کار شده و دوستان میتونن که در این باب اگر مایل باشن به قصه بپردازن. توجه داشته باشید من بحث نرمتیو راجع به رابطه اخلاق و سیاست کردم، یعنی بحث هنجاری، چه هنجارهایی باید در کار لحاظ بشه و چه هنجارهایی نباید. این یه بحث نظریه، اما به هر حال در ذیل مثلا روابط بین الملل یا کسانی که متخصص علم سیاستن اونا هم از منظر دیگری به ریل پالیتیکس نگاه میکنن. این مباحث مکمل یک دیگره، یعنی بحث نظری هنجاری در باب اخلاق مکمل بحثایی است که متخصصان سیاست انجام میدن. من متخصص سیاست نیستم یا بهمان فیلسوف اخلاق متخصص سیاست نیست، اما چون اخلاق و سیاست یه فصل مشترکی دارن و اون امور هنجاری و نرمتیوه، یعنی هنجارهایی که در سیاست ورزی باید لحاظ بشه، مثل هنجارهایی که در علم پزشکی باید لحاظ بشه، مثل هنجارهایی که در محیط زیست باید لحاظ بشه، اینجا اون فصل مشترک اخلاق و سیاسته و یک اتیسیست میتونه به حوزه اخلاق بپردازه. مباحث او که سبقه نرمتیو داده در وهله نخست میتونه مکمل مباحثی باشه که کسانی که متخصص علم سیاست از منظر تجربیان عرض بشود قرار بگیره و به کار اونها بیاد. و به این معنا رابطه میان اخلاق و سیاست به مثابه مقوله ای از مقولات اخلاق کاربردی در لیترچر به تفصیل به بحث گذاشته شده. خب از توجه دوستان و عزیزان سپاسگزارم. با بحث امروزی که کردم، یعنی تکمله بحث از اوتانازی و همچنین توضیح رابطه میان دین و اخلاق، مقوله اخلاق کاربردی و توسعاً مباحث درازاهنگ ما در طی 15 جلسه در حوزه فلسفه اخلاق به اتمام میرسه. از مشارکت دوستان و عزیزانی که خصوصا در تمامی این جلسات با ما بودند سپاسگزارم، چه دوستانی که اینجا به نحو حضوری من خدمتشون میرسیدم و چه عزیزان متعددی که از طریق شبکه تلگرام و عرض میشود ایمیل و فیسبوک و اینها ملاحظات خود در باب این فایل های صوتی رو با من در میان نهادن که از اونها هم الحق و الانصاف استفاده کرده ام. بنا دارم به شرط حیات و به امید خداوند از هفته آتی دوره 8 جلسه ای فلسفه کیک کارد رو آغاز بکنم. اولین باری است که من تصمیم میگیرم یک کورس رو در باب یک فیلسوف قاره ای تدریس
بکنم. سر اون هم علایق میشه گفت پررنگی است که خصوصا در 5-6 سال اخیر به مباحث اگزیستنشیل پیدا کرده ام. شما میتونید ریزش اون در آثار گفتاری و نوشتاری من رو در مقولات مقالاتی که به کسانی چون داستایفسکی، سپهری و فروغ فرخزاد اختصاص داده ام ببینید و وامهایی که از فیلسوفانی مثل کیرکگارد یا گابریل مارسل یا یاسپرس در نوشته های خود برده ام در مثلا سلسله مقالات عرفان مدرن یا مقالاتی که در باب شعر و عرفان سپهری یا در باب فروغ فرخزاد نوشتم یا توضیحاتی که بر برخی از رمان‌ها در قالب نوشتارهایی در سایتم منتشر کردم ببینید. به سبب علاقه‌ای که به کیرکگارد دارم و همچنین اهمیتی که او به نظرم در تاریخ فلسفه معاصر مغرب زمین از قرن 19 به این طرف ایفا کرده است و با عنایت به یک کتاب اینتروداکتوری خوبی که در ماهای اخیر به زبان انگلیسی خوانده ام تصمیم گرفتم که مبتنی بر آن کتاب که انشاءالله هفته بعد معرفی میکنم کورس 8 جلسه ای فلسفه کیرکگارد رو تدریس بکنم. یک نکته هم عرض بکنم و بعد از اون ملاحظات دوستان رو بشنوم. در یکی از جلساتی که چند ماه پیش در همین بنیاد سهروردی برگزار شد گفتم که من به 4 فیلسوف خیلی علاقمندم، چون کاروبارم فلسفه است و سالیان سال به این امر هم مشغولم و در کنار بازخوانی آثار اندیشمندان ایرانی به حوزه فلسفه هم به نحو جدی اشتغال داشتم. خب ویتگنشتاین که کاروبار درازاهنگ من بوده و 4 کتاب در باب او نوشتم که انشالله کتاب 4 به زودی منتشر میشه. کانت رو هم که خیلی دوست داشتم و دارم در باب او هم نوشتم، هم درس دادم به تفصیل. از این 2 فیلسوف برجسته در میان نهنگان عرض می شود دریای فلسفه دارم سخن میگم. از این 2 که درگذریم، 2 فیلسوف دیگری که بسیار به اونها علاقمندم، یکی اسپینوزاست و دومی کیرکگارد، یا بگیم سومی اسپینوزا و چهارمی کیرکگارد. اسپینوزا رو هم یک ارتباط حقیقتش روحی و عاطفی با او و آثارش دارم و هم مشی زندگی او. در سخنرانی مسئله اسپینوزا که کتاب ابن یالوم هم بود نسبتاً به تفصیل به او پرداختم. بنا دارم پس از اتمام کورس کیرکگارد یک دوره هم اسپینوزا درس بدهم. کیرکگارد هم همینطور، هم یکی از اگزیستانسیالیستای توحیدی است، هم دغدغه های ژرف اگزیستانسیال در آثارش موج میزنه و نوع مواجهه او با سنت مسیحی، تلقی او از کلیسا، زندگی شخصی تأمل برانگیز او و در این حال زندگی شخصیت ببخشید کاریزماتیک و جذابی که داشته و عمر نسبتاً کوتاهی که داشت، بلوش 44-5 سال عمر کرد، مثل اسپینوزا هر دوی اونها زیر 50 سالگی از دنیا رفتن. کانت البته نه 80 سال زندگی کرد و ویتگنشتاین 62 سال. به حال اینا محبوبترین فیلسوفان من در عالم فلسفه غربند و به اونها میشه گفت که سالهاست به نوعی زندگی کرده ام. با کیرکگارد و اسپینوزا در 5-6 سال اخیر بیشتر، با اون 2 فیلسوف برجسته دیگه خب قصه 15-16 ساله 20 ساله ای دارم. بر همین اساس انشاءالله از هفته آتی اون دوره کیرکگارد رو هم آغاز میکنم و در خدمت عزیزان خواهم بود. خب ممنون از توجه شما. اگر نکته ملاحظه‌ای هست بفرمایید تا پس از آن این جلسه و دوره فلسفه اخلاق رو به اتمام ببریم. سلام. دو تا نکته می‌خوام بهتون نظرتون رو بپرسم. یکی این که تو مسئله خودکشی از راه دینی به اصطلاح خیلی راحتیه، چون می‌گیم دست خدا مال خداست، مال ما نیستش، مثلا خیلی راحت میشه جمعش کرد. ولی از راه سکولار اگر بخواییم دلیلی بیاریم بر ضد خودکشی یا دلیلی بیاریم برای ادامه زندگی در حقیقت، چه راهی رو داریم، چه راههایی هستش؟ حالا از کانت گفتید که دیگنیتی انسان رو نمیتونی از بین ببری، پس بنابراین نباید کرد. ولی اگر راه دیگه هستش که بشه بعد علیه خودکشی حرف زد و دفاع کرد از ادامه زندگی،
نکته دو این که مخالف فضیلت داشتن مطمئن نیستم بی فضیلتی چیز بدی باشه. مثلا مثالایی که الان داریم به نظرم آقای روحانی مثلا آدم بی فضیلتیه، همونقدر بی فضیلته نه به معنی چیز بدی، همونقدر بی فضیلتی که من بی فضیلتم، یعنی چیزی از ایشون یاد نمیگه، خیلی آدم با تدبیری کار رو انجام میده. ولی اگر تو سیاست ما این ضد فضیلت داشته باشیم، یه آدمی در خلاف فضیلت، یعنی یه سری رفتارهایی که ضد فضیلتی هست، نه اینکه نداشته باشیم فضیلت، ضد فضیلت. یه مثالش مثلا که سیاست آمریکا آقای ترامپ، آقای ترامپ ناموجه مواضع سیاسیش به خاطر اینکه ایشون رفتارهای ضد فضیلتی میکنه، نه اینکه فضیلت میخواین داشته باشه بریم یه چیزی یاد بگیریم، رفتارهاش عمیقا ضد فضیلته. یعنی هر چیزی که شما بگید این کاملا انسانیه که میتونیم لقمانی بریم ازش هدف یاد بگیریم، هر آنچه کرد پا نکنیم. این رو باید اینجوری جدا بکنیم که مسئله رابطه اخلاق و سیاست. بله ممنونم، هر دو نکته نکات خوبیه. عرض میشود که راجب اولی، ببینید خودکشی رو درسته من اشاره کردم که کانت و دانتالوجیستا باهاش مخالفند، به خاطر اینکه میگوین متضمن نقد کرامت انسانیه یا نفی اون نقد، نه ببخشید نفی و عرض میشود از میان بردن کرامت انسانی. این از منظر وظیفه گرایی. به لحاظ یوتیلیتاریان، اگر یه یوتیلیتاریانی به شما بگه معالن زنده ماندن، بتونین استدلال رو بکنه که متضمن بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج برای شما و به تبع اکثریت شهروندان جامعه است، اون وقت اگر خلاف این شما عمل بکنید کار غیر اخلاقی کردید. میشه علل اصولی کسی از این استدلال ها بکنه، به شرطی که خب اگر شما اکت یوتیلیتاریان خصوصا باشید، یعنی فایده گرای عمل محور، در همین سیاق به شما نشون میده که شما نباید خودکشی بکنید. اینا فهمیدید این که به مسابقه یه قانون عامی برای جامعه در بیاد، یعنی شما رول یوتیلیتاریانیست باشید، نمیدانم چقدر این رو بشه گفت، اما در اکت یوتیلیتاریانیزم فکر میکنم بیشتر این رو بشه به کار بست. این از این. و در این حال میخوام بگم قصه مینینگ آف لایف هم اینجا مهمه، یعنی ممکنه پاره از فیلسوفان، حالا خصوصا فیلسوفان اگزیستانسیالیست، بتونن استدلالی بکنن که زندگی معنا داره و شخص باید، تعبیر باید تو گیومه، به زندگی خود ادامه میده. اگر بتونن چنین استدلالی بکنن، یا در قیاس در کیس فلانی و بهمانی مشخصا بگن نه، معنا بخش از زندگی و میشه به زندگی خود معنا بخشید، وقت در این کانتکست خودکشی یک کار غیر اخلاقی میشه اگر بشه این کار کرد. نه فرمودید من نگاه وظیفه گرایی چیه؟ ما وظیفه داریم که زنده باشیم یا وظیفه داریم که بقیه بخوایم که زنده باشیم؟ عرض کردم به یه معنا چون وظیفه گرایی متضمن پاسداشت کرامت انسانیه، اگر کسی خودکشی بکنه کرامت انسانی خود رو زائل کرد و از اون منظر کار غیر اخلاقی کرد، از دانتالوجیزم و وظیفه گرایی کانتی. یعنی استدلال دینی نمی کنند، استدلال اخلاقی می کنند. حالا شما می توانید باشون موافق باشید یا مخالف باشید. قصه مینینگ آف لایف هم اینجا مهمه، یعنی اگر شخص بتواند عرض می شود که به زندگی خود معنا ببخشد و دیگری بشه این رو توضیح بده که زندگی شما معنا داره، بتونه این کارو بکنه و شما رو متقاعد بکنه که زندگی معنا داره، اون وقت خودکشی امر غیر اخلاقی میشه. یه نکته دیگری هم که حالا اشاره به دانتالوجیزم کردیم، مسئولیتی است که فرد در قبال دیگری داره. مثلا یک پدر یا مادر در قبال کسی که به دنیا آورده مسئولیتی داره و نمیشه به راحتی از زیر اون مسئولیت شانه خالی کنه. نمیاد دارید. این البته مال کسانی است که خانواده و همسر دارن، برای فرد مجرد نه، این اپلای نمیشه. توجه دارم. خب میگم اما برای کسانی که به نحوی با من مرتبطن و من اونا رو انتخاب کردم، یعنی فرزند رو من به دنیا آوردم، همسر رو من اختیار کردم، و حالا خصوصا در باب فرزند که ارتباطش کاملا ارتباط نسبیه و خود فرد این کارو کرده، اگر شما به نحوی بخواید از این
مسئولیت به نوعی انگار از زیر بار اون شانه خالی کردی و این باز یه رولونس اخلاقی داره. اینا فرمودید در مقابل کسی، خصوصا وقتی که اون به شما کاملا وابسته است، یعنی فرزند شما هنوز فرض کنید در سنین توپولیت یا روی پای خودش نایستاده، مثلا دبیرستانش تمام نشده، مثال دارم میزنم الان قرار باشه جزئیاتش رو بحث بکنید، به لحاظ عاطفی، به لحاظ معیشتی، مالی به شما وابسته است، وقتی این کارو میکنید در واقع دارید از زیر بار مسئولیت، چون این اکاونتبیلیتی و پاسخگویی و مسئولیت پذیری معطوف به کاری است که شما کرده. راجع به این جماعت، یعنی این افراد، خب که خب بیشتر آدمیان هم به هر حال به نوعی در این دنیا خانواده دارن دیگه، ولی به هر حال حالا چه بیشتری ها باشن چه نباشن، در باب این افراد میشه گفت این استدلال اخلاقی هم کار میکنه. در باب نکته دومتون، قصه حالا شما مثال روحانی و ترامپ زدید، من اجازه بدید در باب مصادیق سخن نگم، ولی نکته شما رو میتونم اینجوری پاسخ بدم. همدلم با شما با این توضیح که اون رفتار نامتعارف ترامپ رو شما صورت بندی بکنید در ذیل نسبتی که با منفعت ملی، منافع ملی برقرار میکنید، که فکر نکنم کار سختی هم باشه. از اون جارگن و وردینگ دلازار اگر بگذارین، که من هم با شما خوب میدانید کاملا موافقم، میخوام میگم نسبتی که با بحث ما برقرار میکنه اینه که اون سخنان ترامپ رو در قیاس با سخنان اوباما، خب ببینین، من ممکنه از شخصیت اوباما خوشم بیاد، شما ممکنه نیاد، یا بالعکس، میدونید اهمیتی در بحث ما نداره. صورت بندی اون و نسبتی که این سخنان و آثار و نتایجش با منفعت ملی برقرار میکنه، من میخوام میگم ترجمه اون به این زبان است که اون وقت میشه گفت که به هر حال اینا ربط و نسبتی با سیاست ورزی اخلاقی دارن. یعنی فکر کنم کاملا بشه فیلم مثلا اگر اون میگه یک دیواری ما به دور آمریکا بکشیم، مکزیکی‌ها رو راه ندیم، مسلمان‌ها رو راه ندیم و امثال ذالک رو، میشه این رو صورت بندی کرد و نسبت سنجی کرد با منافع ملی آمریکا. مازان هیچ دربارش سخن نگفت. البته افسون بر اون هم بله میفهمم که پاره سخنان هیچ خوشایند نیستن و به هر حال همه ما احساسات داریم، عواطف داریم، از یه اموری خوشمون میاد، از یه بی پرنسیبی های بدمون میاد در حالت متعارف، اما میگم برای این که قصه به نحو ابجکتیو تری پیش بره، این چنین صورت بندی کردن مسئله رو روشن‌تر میکنه و میشه کم و بیش ابجکتیو راجع به این قضاوت کرد و سخن بگه. بفهمید اصلا در مورد خود علم پزشکی بود، همونطور که خود می‌بینیم در یک صد سال در نخیش علم پزشکی دوچاره و دگرگونی‌های شگرف و بسیار زیاد شد مثل تغییر در سایر حوزه‌های علوم، ولی به نظر میسه اخلاق همچون عنوان یک امر انزلمانی به صورت کهن دنبال خودش میشه و در جمعه نوآوری نکرده. سوگندنامه مقراتی که در یک بستر افلاطونی شکل گرفته و ادامه داره همچنان به عرضه میده، حالا آقای نه باقا آخرین ها در این مورد با توجه به تغییراتی که در نفرتیک دارن رقم میزنن تغییر میخوام بدن یا نه، و فکر کنم کار را به صورت سنتی و به صورت فیلیک رسو به ذهنی در افکار پزشکان که باید در این دفعه کار کنن نهادینه کردیم. ما باید بخش دیگر بزنی در دو فرحال همونطور که علم پزشکی مدرن شده، اخلاق پزشکی هم خیلی وقت تغییر کرده در اخلاق پزشکی با بود. بله، این یعنی حالا بیشتر یک کامنت بود ها. بله، یعنی ناظر به اون بحث تفکیک میان اخلاق پزشکی و فقه پزشکی این نکتتون یا بله، حالا بیشتر معطوف به پزشکان بومیه دیگه در داخل کشور ما بیشتر. همچنان بحث سوگند و مقرب همچنان ادامه داره و این به صورت یک این هنجار در ذهن پزشکان اکثر پزشکان جهان باقی مونده که این ترس از پزشکان به این موضوع های اداره که برشون ایجاد کرد، در صورت که واقعا به صورت عملی امتشی یک ست سال باید فضایی مدر شده در این موضوع، ولی اون به صورت یک امر انزمانی در کنانشون واقعی مونده. بله، متوجه هم یک مطلب بحثمی هم خب که دوست دارم این اشاره کردن، اتفاقا هم تو که سیاست مدارا میگم و سیاست و سیاست گفتاری و سیاست کرداری و رفتاری تحصیل می کنن، من فکر می کنم بحث فضیلت هم در همین دو که حوضه باید نگاه کنیم و بحث منفعت ملی را هم در همین دو که حوضه
در سیاست گفتاری واقعا اتفاقی در عمل نمیفته. اگر سیاست مداری در فضای رسانه یا فضای گفتاری هر آنچه که در واقع امر تبلیغات میکنه به انجام بده، ولی در سیاست کرداری باید ببینیم چی میکنه، در عمل چه کار میکنه. حالا بحث ترامپ رو مثال زدن تا به این نزدیک آمریکا، اتفاقا من میخوام میگم حالا باید واقعا فرض کنیم که آمریکایی اینطور نگاه کنه، آیا در اون چیزی که در فضای گفتار رسانه و اسلام خرده که حالا بر خود نژادها اون به من باید به ملی زهره میزنه یا جمع‌آوری مواضیع و مخاطرات متنابی از منابع مالی که خانم کلینتون از کشورهای عربی جمع کرده و نهایتا در آینده قطعا روی منافع ملت از دنیایی کلان میشه. در بحث اخلاق همجاها و اخلاق سیاسی باید حتما بحث گفتاری و رفتاری با هم باید. بله بله کاملا به مسابقه یک امر کلان. بله حالا چون در این باب من نمیخوام و حقیقتش اون اطلاعات مکفی هم ندارم، دنبال کردم که بخوام اتخاذ موضع بکنم میان کلینتون و ترامپ و از این مقوله در میگذرم، کلانش موافقم که به هر حال قصه گفتار و عمل و کردار در اینجا مهمه و به هر حال مبتنی بر نسبتی که با منفعت ملی برقرار میکنه مطابق با موضع اخلاق فایده گرایانه. یعنی اگر اون مبانی رو شما از من بپذیرید اون وقت این چنین باید به بحث و نسبت سنجی میان و ربط و برقرار و احراز ربط و نسبت میان اخلاق و سیاست پرداخت. و بسیار اگر بله مثلا این هست که در مورد بحث فضیلت مردی در مورد شاید دوست عزیزمون رو ناظر به اون صحبت میکنم، به نظرم میرسه قضاوت در مورد با فضیلت بودن افراد شاید خیلی تفاوت داره با این که صحبت کنیم راجع بی فضیلتش. چرا؟ چون فضیلت اصولا یه بحث درونیه، بی فضیلت بودن در عمل رو ما میتونیم بلا فاصله، یعنی بی اخلاقی رو، لاقیدی اخلاقی رو بلا فاصله انجام بگیم که این شخص فضیلتمندی نیست. اما به نظرم میرسه مادامی که در مورد کسی که حالا به هر حال رعایت یه سری پرنسپ های اخلاقی رو میکنه، این که بگیم بی فضیلت هست به نظرم کار زیاد آسونی نیست. شاید نتونیم قضاوت بکنیم که بله ایشون یک انسان فضیلتمند هست، ولی قضاوت در مورد این که بی فضیلت هم هست زیاد کار آسونی نیست، مادامی که داریم نگاه میکنیم میبینیم فرض و فرمان حالا شخصی که اسم بردن داره یه سری پرنسیپ های رعایت میکنه، فرض و فرمان به وعده هایی که داده اون چیزی که حالا داریم میبینیم داره تلاش خودش رو میکنه. ازم فقط توضیح همین مطلب بود به نظر ما آقای روحانی راحت نمیشه فرد بی فضیلتی معرفی کرد. متوجه هم حالا من حقیقتش خیلی نخواستم بحث مساوی بکنم برای چون اسم آوردم. بله متوجهم. نه شما درسته متوجهم. بله فرق میکنه و اون نکته که شما فرمودید بازم میشه وعده کردن به ببخشید پاسخ دادن به وعده های برآورده کردن وعده ها رو هم صورت بندی کرد نسبتی که با منفعت ملی برقرار میکنه. من بازم تاکید میکنم هیچ اشکالی نداره یه سیاست مداری به این معنا کلا فضیلتمند باشه، اما انتظارمون رو از هنجارهایی که در اساس سیاست ورزی میخواد محقق بشه به نظرم باید تصریح و تحقیق بکنیم. یعنی یک کار مبتنی بر رول باشه، قواعدی باشه و مهمترین اون قواعد هم برای که من میفهمم به سه یوتیلیتی و پیشینه شدن فایده و کمی شدن در دولت برای اکثریت شهروندان که ارتباط وسیعی با منفعت ملی داره. اینم تو که در پاسخ به صدر جان هم گفتم اون چیزی که شما میفرمایید رو میشه ترجمه کرد به لسان منفعت ملی، میشه به اون لسان ترجمه کرد و بعد به نحو ابجکتیوی راجبش قضاوت کرد از نسبتی که با هنجارهای از میشود اخلاقی موجه در باقی سیاست وزی برقرار کنید و نسبتی که با اون برقرار. خب دوستان این طرف اگر نکته ملاحظه ای هست بفرمایید. شما هم نه باید. بسیار خوب، از توجه عزیزان سپاسگزارم و
خرسندم که این توفیق رو پیدا کردم، چنان که عرض کردم که این دوره رو به اتمام برسانم و یک دوره از مباحث فلسفه اخلاق رو با دوستان و مشتاقان این مباحث در میان گذارم. از هفته آتی چنان که عرض کردم انشاءالله دوره فلسفی کیرکگارد رو آغاز میکنیم. ممنون. بذارید عرایزم رو با این سخن و شعر زیبای سعدی ختم بکنم که به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است، به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. السلام.